سلام و سلام مادر منو ببر کربلا مادر منو ببر کربلا کربلا با تو قبل بخیرم به در خونت میمونم با تو قبل بخیرم به در خونت میمونم از صمیم دل تو چشم ولادت تو میخونم مادر منو ببر کربلا مادر الله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين حبيب إله العالمين سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين سيما بقية الله في الأراضين روحي وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك توعا وتمتعه فيها قبيلا وهب لنا رأفته وأشرك لنا في دعواته این میلاد خجسته را سالروز میلاد بزرگ بانوی اسلام حضرت صدیقه کبرا فاطمه زهرا سلام الله علیها را خدمت برادران و خواهران محترم تبریک عرض می کنم
خداوند انشاءالله این ایام را بر همه ما مبارک فرماید و انشاءالله حوائج همه را مخصوصا کسانی که مریض دارند، گرفتاری دارند و چشم امید به این مجالس و این توسلات دارند و حقیقت حضرت زهرا همه را با حاجات برآورده و انشاءالله روا شده و انشاءالله شفای مرضا، مخصوصا چند مریض التماس دعا گفتن، انشاءالله همشون به برکت حضرت زهرا سلام الله علیها عاجلا لباس عافیت پوشیده بشوند انشاءالله و خداوند متعال توفیق عبادت و بندگی و عمل و اخلاص در عمل به هممون عنایت کنه. هدیه نثار روح مطهر حضرت زهرا صلوات بلندی خواهد بفرمایید. در مورد شخصیت حضرت زهرا سلام الله علیها دقت در دو کلمه که تعبیر پدر بزرگوارشون حضرت ختمی مرتبت سلام علیکم و رحمت الله حضرت محمد ابن عبدالله صلی الله علیه و آله و سلم تعبیر به انسیت الحورا، تعبیر کردن از ایشان یک وجودی است که جمع کرده بین انس و حوریه، انسان و ملک، جمع بین این دو مسئله که می دانید وجود ملکوتی غیر از وجود مادی است که چطور می شود یک انسانی جمع بین این دو بعد در یک آن، در یک لحظه، در یک مجمع. و این سر اون است که فرمود سمیت فاطمه، تو کلام امام صادق علیه السلام، فاطمه لأن الخلق فتمو عن معرفتها، مردم دستشون کوتاه هست از این که بشناسن او را، اون وجود مقدسی که خود خاتم فرمود وقتی که به بهش رفتن در اون لیلت الاسرا، در اون شب مقدس، اسرا به عبده لیلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى الذي باركنا حوله، وقتی به بهش رسیدم. و این روایات روایاتی است که استدلال میکنند بعضی از علما اهل کلام که بهشت و جهنم الان موجود است و اون بحثی که ملا صدرا مطرح کرده، چون میدونید یک اختلافی است بین محدثین شیعه و متکلمین و فلاسفه، که اونها نسبت به اینکه اعمال در قیامت مجسم است، بهشت و جهنم تجسم اعمال انسان در آخرت است و چیزی جز این نیست. البته اونها با آیات و روایاتی اشاره میکنن، بحث بحث دامنه داری است، جور نیست. من فقط یه به عنوان نکته، به عنوان عرض می شود که یک سرنخ برای کسانی که میخوان مطالعه کنن، همه در جمع عزیزان، همه اهل فکر و نظر هستن که ادله دارن همه که خب چیزی موجود غیر از عمل نیست، و این
جهنم لمحیطتون بالکافرین، یا در بعضی چاپ دارد که الان محیط است، یا در بعضی تعبیرات این که چشم باز میکنن خود رو در جهنم میبینن و اهل بهشت خود رو در بهشت میبینن. از همین جا شروع شده داستان عریض و طویلیست. یکی از اون ادلهی که محدثین و متکلمی میارن همین امثال این روایاته که بهشت و جهنم مخلوق است، خلق شده، اعدت للکافرین، جنات تجری، و عرض می شود که عرضها که عرض السماوات والعرض، اعدت للمتقین، هم اون اعدت هست محیاس، هم این، فلذا مخلوق است، موجود است. حالا اینم یکی از اون ادله است که فرمود به بهشت رسیدم، دیدم بالای در بهشت نوشته لا اله الا الله محمد رسول الله. علی حب الله، الحسن والحسین، صفوت الله، و فاطمه خیرت الله. ابتدای کلام با اسم خدا، اختتام با اسم حضرت زهرا فاطمه، و این چه سری در این کلمات. شما میبینید وقتی حدیث کسا رو میخوانید معمولا ما میگیم پنجتن، پنجتن آل عبا، پنجتن آل عبا، میگیم پنجتن آل عبا کیان؟ به ترتیب میگیم حضرت رسول، پیغمبر اکرم، امیر المؤمنین، فاطمه زهرا، امام حسن، امام حسین، ترتیب ما میگیم. ولیکن در بیان رب العالمین ترتیب جور دیگریست. وقتی سوال میکند که از خداوند متعال، وقتی خدا خطاب میکند که من عالم رو به خاطر این پنج تن خلق کردم، میپرسن اینا کیان؟ خداوند میفرماید هم، یعنی اون پنج نفر، هم فاطمت و ابوها و بعلها و بنوها. خدا محور رو به فاطمه زهرا میده، فاطمه است و پدرش، فاطمه است و شوهرش، فاطمه است و حسنینش، حسن و حسین او، محور او قرار گرفته. اینایی که حرف از مقام زن میزنن، روز زن، روز مادر، عظمت زن رو در چی بیان میکنن؟ زن میتواند به جایی برسد. حالا یک آیه میگیرن، یک روایت میگیرن، در آیه گفته و از ربوهن، اون روایت هم امیر المؤمنین فرموده نواقص العقول. پس اسلام راجع به زن چنین شعار که نیست. شما الان ببینید غربی ها راجع به زن چی میگن، چی میکنن، زن رو در چه حدی تنزل دادن، شعار زیاد میدن. به شعار نگاه نکنید، به واقعیت خارجی نگاه کنید، به اونی که هست، اونی که عرض میشود که مد نظر میاد. زن رو وسیله فروش، لوازمشون رو میخوان بفروشن، زن لخت رو واسطه میکنن که سوار اون اتومبیل بشه، سوار اون موتور بشه، کنار اون لوازم برقی بیسته. یعنی حد تو زن اینه که از وجود تو، از هیکل تو بهره برداری کنیم برای فروش. این حد زنه. گاهی من میبینم در همین شهر مونترال بعضی زنها اینجا کار میکنن، بدتر از مردها، و این حالا این نمیدونم چه افتخاریست،
امیر المؤمنین میفرمد لأنها ریحانه لیست به قهرمانه. ابعاد وجودی زن اینیست که پشت ماشینه نمیدونم هر میشود که چی اتوبوس بشینه و عرض میشود که لاتی حرف بزنه و یا پشت منه میشود که ترک بشینه و کامیون بشینه و من مساواته. ساختمان وجودی زن یک اقتضایی داره، ساختمان وجودی مرد یک اقتضایی داره. عدالت غیر از مساوات، مساوات عدالت نیست. اینجا گوسفند داریم، عرض می شود که گرگم داریم، روباه هم داریم. ما میخوایم مساوات، جلو هر دوشون علف بگذاریم، ما عادلیم، میخوایم عدالت. عدالت یعنی هر چیزی که لایقش هست، لایق به شأنش هست. او گوشت میخوره، او سبزی میخوره، علف میخوره. هر کسی یه سازمان وجودی داره در بین حیوانات، در بین جانداران. انسانم، هر انسانی یک وضعیتی داره. زن یک ساختمان وجودی داره. اینی که میگه عقلش کمه، نه عقلش کمه، نه اینکه اگر در میزان بذاری عقل او بیشتره، عقل این کمتره، نه، احساس این غالبه بر عقلشه. زن احساساتش غالبه بر عقله، مرد نه، عقلش غالبه بر احساساتش. لازمه وجودی او هم همین. زن باید مادر بشه، مادر باید احساساتش غالب بشه. که عقلش غالب باشه هیچ بچه‌ای به ثمر نمیرسه. به قول والده ما، خدا حفظشون کنه، میگفت شما یه سنگی رو 2-3 کیلو با یه پارچه بگیر رو شکمت ببند، یه 2 روز باهاش زندگی کن، هر جا میری این سنگ رو شکمته، کدوم مرد تحمل میکن؟ همه اگه مردا قرار بود حامله بشن، ماه اول سخت جنین زیاد میشه فوری. مردا تحملی حرف. اون زنه که با کمال عشق، علاقه، زجر میکشه اما احساسش میگه این بچه ما باید روی 9 ماه مینشینه، میخوابه، غذا میخوره، راه میره، همه با این بچه. بعدم که متولد میشه مرد چی؟ مرد همین وقتی گریه میکنه میگه بده به مادر. حالا البته ایشون استثناست، این گریه من تعجب کردم، گریه کرد برد این محسن آقا این خلاصه کم گیر میاد اینجوری خلاصه. بله بچه رو میگه تا میخنده آقوم واقوم میکنه، بده بچه ما، بچه ما بده، خلش میکنه، قربونش برم، تا گریه میکنه. خانم بچه تو بگی، موقعی که میخنده بچه رو بده، موقعی که گریه میکنه بچه تو بگی، بچه مال تو دیگه. مرد ساختمان وجودیش اینه، تعارف هم نداریم. چیزی از او خواسته شده در نظام خلقت و برای او در نظر گرفته شده. خلاف این بریم به خوشبختی نمیرسیم. حالا از اون طرف مثلا آمریکا، پریشبات اخبار اینجا می دیدم، رفتن یه طرف دیگه که ما اجازه بدن که همجنس میخواییم ازدواج بکنیم دوتا خانوم. نرقول عرض می شود که نبودم سنین شاید 50-60 سال بود، نکنشون می داد فیلمی، نبودم حالا این چه معرکه، این چیه، این چه عظمتیه، این عظمت زنه. نکبت گرفته همه جاشون رو سر تا سر. و نمیگم همه مسائلشون غلطه ها، نه، اونهایی که افراط و تفریط شده، از مسیر طبیعی خارج شده. فلذا میبینی دیگه وقتی میگم آقا شما چون میگید حجاب چون بین زن و مرد و دختر و پسر فاصله است، اینها خوب عرض میشود که این حالت وقتی اینا کنار هم باشن اصلا بی اعتنا میشن. اولا چنین چیزی محاله، این اولا. ثانیا وقتی دیگه طبیعی شد دیگه میبینه که نه، دیگه از جنس مخالف لذت نمیبره، بره سراغ جنس موافق.
از اونم پس وردا لذت نمیبرن، بریم سراغ حیوانات. چنان که رفتن ها سراغ حیوان برن. مازوشیسم و امثال مرضهای روانی که میگفت یکی از علما میگفت این وزر بهنه اولا در مورد نشوزه، اون زنی که تمکین مسائل جنسی نمی کنه ممکنه این مرضی گرفته که میگفت الان اینا میگن بله بعضی ها باید کتک بخوره تا ارضاء جنسی بشه، حالا میخواد بعد از 1400 سال بعضی چیزها رو بفهمه. خب البته اینها رفتن بیرون از طریق طبیعی، خداوند این انسان رو خلق کرد، تو این کارخانه ها دیدی چیزی رو ماشینی رو درست میکنن، وسیله درست میکنن، یک هر دفترچه میذارن روش طبق این باید عمل کنی، اگر عمل کنی این 5 سال مثلا عمر داره، 20 سال عمر داره. خدا انسان رو خلق کرد، دفترش هم گذاشت روش قرآن، طبق این عمل بشه سعادت دنیا و آخرت، این طرف اون طرف بری سرابه. خیال میکنی بعد از 100 سال میبینی باید برگردی به همون حرف. مهم اینه عظمت زن در اسلام اینه که زن میشه محور خلقت، زن میشه کسی که اسم او اول میشه، اسم خاتم بعد از او میشه. این عظمت زنه در معرفت، در عرفان، در انسانیت، در کمالات انسانی به حدی برسه که پیغمبر فرمود از استقرت فی الجنه، وقتی مستقر میشه دخترم در بهشت، زارها آدم و من دونه من النبیین، همه انبیا به زیارتش میان، از آدم و من دونه تا خاتم، موسی به دیدنش میاد، عیسی به دیدنش میاد، اون عیسایی که ابر الاکمه و الابرس و احی الموتا، مرده زنده میکرد، موسایی که صاحب آیات تسع و انا اخترتک لنفسی فاستمع لما یوحا، اون موسی برای دیدن فاطمه میاد، ابراهیم کذالک نوری ابراهیم ملکوت السماوات والارض ولیکون من الموقنین، اون ابراهیم به دیدن فاطمه میاد. زن میتونه به این مقام برسه. کدوم مذهبی، کدوم دینی، کدوم مرامی چنین عظمتی برای زن فرض کرده؟ زن مادر میشه، مادر خانواده وحی، مادر امامت، مادر میشه برای ائمه النجبا، نه اینکه مادر امامان. پیغمبر خاتم میفرماد مادر منم هست، ام ابیها، مادر پدرشم هست. چه مقامی است؟ حاضر ماها اینایی که میگیم، بنده میگم اینا شعاری است، ما یه چیزی میگیم شما میشنوید، حقیقت باز ما فوق اینه. فلذا فرمود اللهم اینی اسألک بفاطمت و ابیها و بعلها و بنیها، باز اینجا در این دعا محور فاطمه شده، و سر المستودع فیها، و اون سری که در او نهفته شده. اون سر چیه؟ خدمت استادمون آیت الله تبریزی بودیم، نظام جواد آقا رحمت الله علیه، این و سر المستودع فیها، این سر بعضی میگن حضرت محسنه، فرزندشون محسنه که شهید شده، اینا چی بوده این سر؟ ایشون فرمودن که اگه قرار بود ما بفرمیم که دیگه سر نبود، که اون سر المستودع فیها. خدا مثل این ایام 20 جمادی و ثانیه که وجودی را تکونش رو
به وجود آورد، ایجاد کرد خدا، با چه مقدماتی؟ وقتی میخواد تکون جسمش میشه، اما روحش که فرمود خلقه الله من نور عظمته، امام صادق فرمود روح مادرم فاطمه رو خدا از نور عظمت خودش خلق فرمود و این روح معلق بود در عرش همون جا که اسمش بود و طعام این روح، طعام البته راوی سوال کرده که آقا طعامش چی بود، فرمود طعام اون روح سبحان الله الحمدلله الله اکبر، طعامش تسبیحات. این روایت رو بذارید کنار اون روایتی که تسبیحات حضرت زهرا پیغمبر در این عالم هدیه فرمود، هدیه به حضرت زهرا، مناسبت این تسبیحات حضرت زهرا در این عالم و تسبیحات حضرت زهرا در عالم ملکوت وقتی که روحش تکون پیدا کرد در عالم عرش، خدا اون روح رو فرمود خلق کرد، این روح هست معلق تا مثل بیستم جمادی الثانی که بخواد جسمش رو خلق کنه. جسم رو چطور خلق کرد؟ وقتی میخواد جسمش خلق بشه به خاتم میگن 40 روز برو چله نشینی کن، خدیجه رو نبین، برو باید یک عبادات و یک مراحلی رو بگذرونی، این گوهر ناب عالم وجود رو میخواییم به صلب تو بدیم، همینطور نیست، تویی که اساره خلقتی، تو هم باید یه 40 روز یک تصفیه هاییست باید بشه در بدن تو، اون هم باید آمادگی پیدا بکنه، بعدم از اون میوه بهشتی سنی و شیعه روایت رو نوشتن، یک سند و یک روایت نیست که بگیم سند روایت چی، حدیث متواتره، هم زمخشری نقل کرده در کتاب تفسیرش، هم سیوطی در در المنصور نقل کرده، هم دیگران ابن حجر نقل کرده، علمای شیعه بسیار نقل کردن که وقتی به اون شجر رسیدن ثمر اون شجر بود، به اون درختی رسیدم ندیدم مثل اون درخت، یه وقت بنده میگم ندیدم، آه من ندیدم مثل فلان، خوب تو کجا رو دیدی؟ چه احاطه به عالم کن داری؟ یه وقت پیغمبر میگه، اونی که محیط به عالم ملک و ملکوت در ملکوت، میگه ندیدم مثل اون درخت، ندیدن اون مسابقه با عدمه، وقتی میگه ندیدم یعنی نیست، از این درخت زیباتر، از ورق او ابیض و ورقتن و اطیب و ثمرتن ندیدم. اون چه درختی است؟ درختی که طوبی، شجره طوبی که در قرآن قوقایی است نسبت به شجره طوبی، اون شجره که در هر خانه ای از خانه های بهش فرمود شاخه ای از اون شجره هست و هر که فیه ما تشتهی الانفس و از اون شاخه باید بگیره، محل کاشتن و قرصش کجاست؟ خانه خاتم در بهشت. کی کاشته او رو؟ خود خدا، قرص الله سبحانه و تعالی بیده، دیگه اینجا کمیت جبرئیل و میکائیل و اسرافیل و اینها لنگه، با دست قدرتش به امر مطلق خودش متکون کرده از این درخت را در خانه خاتم، 3 چشمه بهشتی هم آبیاریش میکنه، معین، سلسبیل، تسنیم. تسنیم چیه؟ تسنیم عینن یشرب و به حل مقربون، خوندیم در اون بحث مقام قرب حضرت زهرا، گفتیم که تسنیم یک چشمه ایست که یه خورده از اونو میارن
مخلوط میکنن با شراب انتهورای بهشتی ها به بهشتی ها میدن. این همه بهشتی ها طاقت نوشیدن او رو ندارن. اونی که خالصش رو میخوره اون مقربون هستن که اهل بیت علیهم السلام در روایت خالصش رو اونا مینوشن، مخلوطش رو بهشتی ها. اون تسلیم از سنام او آبیاری میکنه این درخت، از اون میوه اقتطفها، از اون میوه چید و فرمود وقتی خوردم با آبی متحول شد و منشأ و نطفه منشأ تکون فاطمه شد. اونم به کی؟ حالا خدا چرا میخواد این کارها رو بکنه؟ رابطه روح با بدن، جسم با روح، یک بحثی است که باز بسیاری از فلاسفه نقل کردن، نه تنها بحث اسلامی است، یک بحثی است در عالم کون که جسم از روح متأثره، روح هم از جسم متأثره. هم شیخ الرئیس بوعلی سینا گفته و مسئله مسئله دقیقی هم هست در اشارات، با اینکه بنای شیخ الرئیس به اختصار گویی است، در دو جا این بحث رو مطرح کرده. یکی در بحث نمت نفس، وقتی اثبات میکنه جوهر نفس را، که نفس یک جوهری داره، ما یک حقیقتی داریم، اینو شیخ میگه. غیر از این بدن میگم سر من، پای من، دست من، سینه من، شکم من، همه اجزا میگیم من. اون من کیه؟ مگه من غیر از این اجزاه؟ میگه بله، اون حقیقت نفس، اون جوهر نفس رو بحث میکنه. در اونجا این مسئله رو تذکر میگه. یکی هم در مقامات العارفین اونجا ذکر میکنه، صدر المتعلهین هم شعیش ذکر کرده این داستان رو. خب فلزا این است، این نکترم خدمت عزیزان عرض کنم، اینی که میفرمد مواظب لقمه هاتون باشی چون اثر داره. لقمه ای که میخوری اثر داره. اگر گوشت حلال نباشه، میته باشه، این گوشتی که خوردی میره در جسمت اما در روحت هم اثر میگذاره. غذا خوردی، غذا نجس بود، در روحت هم اثر میذاره. فرمود وقتی نجس خورد تا 40 روز دعاش مستجاب نمیشه، یعنی این نفس منقطع از عالم ملکوت. ارتباط جسم با روح. فلذا فرمودن دقت کنید در لقمه ها، سر هر سفره ای نمیشینید، آقا دیدیم رو شیشه نوشته حلال، ما هم رفتیم خوردیم برد نوش جامعه، حالا برگ. بله، اینها نکاتیست. خدا میخواد جسم این فاطمه رو از التف اشیاء موجود در عالم ملک و ملکوت که ثمره شجره طوباست، اون میشه منشأ تکون جسم فاطمه. بعد قرآن چی میگه؟ قرآن میفرماید فاذا سویته، وقتی تسویه کردیم، یعنی جسم تسویه شد، و نفخت فیه من روحی، یعنی روح وقتی میاد که جسم تسویه بشه. جسم تسویه شد، اون روح متعلق به این جسم میشه. خب خدا چنین کاری رو برای چی کرده؟ اون حکیم علی الاطلاق یک انسانی رو این گونه در تکون جسمش و روحش، روحش من نور عظمت جسمش از شجره طوبا بشه، چه بشه؟ مخزن سر رب العالم، چون این میخواد مخزن سر بشه. کسی که بخواد مخزن سر بشه از جمیع جهات باید طاهره مطهره بشه. فلذا فرمود در اون روایت روز قیامت وقتی بهش میگن بفرمایید به بهشت،
اونجا میسته میگه خدایا میخوام حق من و مقام من روشن بشه. احب و ان یعرف قدری، قدر من الان پرده باید کنار بره. مجهولت القدر اون روز، خدا رحمت کند مرحوم علامه امینی صاحب القدیر رو، میفرمودن که فرق فاطمه با انبیا فرق سواره با پیاده است. همه پیاده میان محشر، فاطمه سواره میاد، سواره بر مرکب آسمانی میاد. ان یمین ها سبعون الف ملک، ان یسار ها سبعون الف ملک. اونجا مقداری پرده کنار میره که کیست این مخدره، این بانوی بزرگ. زن میتواند به اینجا برسد، اساره خلقت بشود، کسی بشود که مقدم بشه بر همه مردها، حتی نه مردهای معمولی، انبیا. انبیا بعد فرمود ان اول شخص یدخل الجنه فاطمه بنت محمد صلی الله علیه و سلم. اول کسی که وارد بهش میشه بر ضیافت رحمانی مینشینه سر سفره خدا، دختر من فاطمه است. او اول کسی است که وارد بر مأدبه الهی میشه. زن میتونه به اینجا برسه، ولیکن مع الاسف بعضی از خانم ها خودشون رو بسنده کردن به مسائل مادی. فکر و هوش و حواس و تمام برنامه‌شون است که عرض میشد مسائل مادی و لباس و تجملات و عرض میشود که در همین محدوده توجه به این ندارن که مسیر، مسیر خیلی والا و نامحدود. البته به اون مقام نمیرسن، اما میتونن نزدیک بشن. در بین مردها خب انبیا هستن، خاتم انبیا هست، امیر المؤمنین هست، اسوه زیاد هست. ولکم فی رسول الله اسوتون حسنه. در زنها فاطمه زهرا سلام الله علیها، اون دختری که اقتدا میکنه حضرت زینب سلام الله علیها، قدم برمیداره چجور خودش رو به اون مادر نزدیک میکنه. و زنهای دیگه، زنان بهشتی، خدا در قرآن معرفی میکنه، ضرب الله و خداوند مثال میزنه، للذین آمنو، برای مردها، امرأت نور، امرأت فرعون، زن فرعون، مثال برای شما مردها، برید از او یاد بگیرید. این مقام زنه. مقام زن به این نیست که بگیم حجاب نداشته باشه، مرد حجاب نداره، زن هم نداشته باشه، میشه مقام زن دیگه. خیلی ما به زن احترام گذاشتیم. و یه صلواتی خط بفرمایید. خب در پایان خدا رو قسم میدیم به حقیقت محمد و آل محمد که ما را قدردان وجود حضرت زهرا قرار بده. به زنهای ما، دختران ما، مخدرات، همه توفیق تأسی به حضرت زهرا و الگو پذیری از حضرت زهرا سلام الله علیها به همه شون عنایت بفرماید انشاءالله. و به حقیقت حضرت زهرا، این عزیزانی که آمدن از راه دور و نزدیک در مجلس حضرت زهرا شرکت کردن، انشاءالله همه حاجت روا بگرداند انشاءالله. مخصوصا اینایی که ازدواج نکردن، اینا خیلی التماس دعا دارن. بعضی ها اینها که مثلا دعا کنید، بله خدا انشاءالله همه اونا هم که خلاصه دم بختن و اینا یه بخت خوبی، چه از آقا پسرها چه از دختر خانوما، انشاءالله برای همه شون فراهم بگردانید انشاءالله تعالی.
مشکات نور الله جل جلاله زیتونت عمل ورا برکاتها هی قطب دائره الوجود. وقتی یک فیلسوف شعر میگه اینجور شعر میگه هی قطب دائره الوجود فاطمه قطب دائره وجود لما تنزلت اکثرت کسراتها هی احمد الثانی احمد عصرها هی عنصر التوحید فی برکاتها. خطبه حضرت زهرا رو ببینید، قوقایی در باب توحید، در باب رساله، در باب معاد، معارفی داره. هی بنت من، دختر کیست؟ هی ام من، مادر کیست؟ هی حلیلت من، همسر کیست؟ ببینید، من دای دانی فی الفخار اباها، چه کسی میتونه در افتخار با او همسنگی و همترازی کنه که چنین پدری داره؟ پدر او خاتمه، شوهر او علی ابن ابی طالبه، فرزندان او ائمه هدا علیهم السلام. فمها یرتل آی ربک بینما یدها تدیر علی الشعیر رحاها. کارش چیه؟ زبانش به ذکر خدا تلاوت آیه میکنه. کارش چیه؟ این بانوی بزرگ و با عظمت کارش در منزل دستاس رحا دره گندم یا جو دستاسو میگردانه. پیغمبر یه نگاهی بهش کرد، دید علیها کساء من اوبار الابل، یه چادر رو سرش پشمینه زمخت. کارش چیه؟ دستاس داره میکنه. چشمشو نگاه کرد، گود رفته، این صورت صورت اون کسیست که شب تا به صبح در محراب عبادت بوده. اون عمل شب، اون عبادت، اون معرفت، این عمل روز، اینم وضع لباس. فبک النبی، پیغمبر گریه کرد، عشق پیغمبر جاری شد. این عشق جاری شدن و اون منظره رو دیدن و از خانه خارج شدن، ابن دلال و ابن نجار رو همشون ذکر کردن. وقتی آمد جبرئیل نازل شد و بهش گفت ما گفتیم به تو وعده دادیم به تو شفاعت کبرا را و لسوف یعطی ربک فترضا. نگران نباش، شفاعت کبرا را به تو میدیم که اون شفاعتم به دست دخترش فاطمه زهرا. انشاءالله همه ما مشمول شفاعت حضرت زهرا بشیم. جوهرة القدس من الكنز الخفي بدت فأبدت عاليات الأحرف وقد تجلى من سماء العظمة من آدم عالم الأسماء أسمى الكلمة صلوات بل هي أم الكلمات المحكمة في غيب ذاتها نقاط مبهمة أم أئمة الأغول الغربة
الأم أبيها وهو علة العلاج نتنه أم أئماس أم بدار شمهس قد بدار فرمي فإنها الحوراء في النزول وفي الصعود محور العقول فإنها قطب رحى الوجود في قوسي النزول والصعود هي البتول الطهر والعذراء كمريم الطهر ولا سواء مخيم بكي مثل مريم طاهره متحره اما لا سواء چون مريم فرمود سيدت نساء اهل زمانها اما ابنتي فاطمه فهي سيدة النساء من الأولين والآخر محور أصحاب كسا فاطمة شمع شبستان ولايه فاطمة نبی گفت فدایش شوم فداها ابوها فرمود پدر فاطمه به فدای فاطمه آنکه نبی گفت فدایش شوم شافعه روز جزا فاطمه خشمش شده حق در غضب گشت ز شادیش رضا فاطمه است پیغمبر فرمود خدا راضی میشه به رضای فاطمه خدا خشم میکنه به خشم فاطمه زن میتونه به اینجا برسه گر نبودی نفس پیمبر علی آن که نبود کف ورا فاطمه است گر نبودی نفس پیمبر جان پیغمبر کیه؟ و انفسنا و انفسکم دیگه امیر المؤمن اگر علی نبود کفی برای فاطمه نبود هم کف نداشت روز خرد پس چه کس لایق است مدح خدا را به خدا فاطمه یا فاطمه الزهرا یا بنت رسول الله یا قرة عین الرسول یا سیدتنا و مولاتنا مجلس حضرت زهرا شام گفت گر گدا کاهل بود تقصیر صاحب خانه چیز دیگه رفتیم کنار چشمه زلال در خانه کسی که خود ائمه وقتی حاجت داشتن به او متوسل می شدن در روایت امام باقر علیه السلام فرمود هر موقع تب می کرد بیمار می شد ظرف آبی می آورد این ظرف آب رو از بالای سرش می ریخت وقتی آب رو می ریخت فرمود یا فاطمه مرتبه دوم تب قطع می شد در جسمشون جانشون متوسل به مادرشون فاطمه می شدن نحن حجج الله
و فاطمه حجت الله علینا، فاطمه حجت خدا بر ماست. حالا که میریم در خانه از زهرا، حوائجتون رو مد نظر میگیریم، با اخلاص و با توجه انشاءالله کسی دست خالی از مجلس حضرت زهرا بیرون نمیره. یا سیدتنا و مولاتنا انا توجهنا و استشفعنا و توسلنا بک الالله و قدمنا که بین یدن حاجاتنا. با صدای بلند یا وجیهتا الا الله اشفعی لنا عندن. آفرین آفرین، بلند بلند. یا بسمك العظيم العظم بحق الزهراء يا الله.